گفتم خرجی خونه با من. گفتم یا نگفتم؟ بله بله، فرمودین که شما پرداخت میکنین بعد ما تقدیمتون کنیم. یه شرط هم براش گذاشتم، اینکه خانوما مطلع نباشن. شرطی دوم هم داشت. شرط دوم خاتون، اون که به قول شما صد البته، اما موضوع پدرین پسره بود. اصرار که شما باید توی بیمارستان استخدام بشین. آقا میگم بلم کنین، بیمارستان‌های خصوصی دارن التماس من میکنن. اینجا خیلی نه جراح به نامی، نه دکتر حاضق، نه امکاناتی. برای منم؟ آنم برای شما عرض میکنم که بعد کلی برو بیا و اینا نگاه کردم قلم کارم اینجا بستریه. یوسف اومده بود یه سر به من بزنه، یهو قلم کار یوسف که دیدی یقش کرد بنده خدا. یوسف که داد رسه حالا بلم نمیکرد. آره بلم هم نمیکرد. ما طبق فرمایش شما گفتیم معذر رضای خدا به خاطر انسانیت یه پیرمردیه، یه شبیه آقا یوسف بشه داده رضاش. همین میگن وقتی ریگی به کفشت نیست پس چرا پاد میلنگه؟ ما پامون نمیلنگه. داره پامون میلنگه؟ نه پاش نمیلنگه. اومده یه قصه برای شما تعریف کرده، تحریکتون کرده، شما به هوا اینکه سهمی ببرین حرفش رو توبره کرده اینده به سر زده. به به، یعنی این که خب گوشت رو با کن ببینید چی میگم. شما چه بخن چه نخن، شما قیش قوم من شده این برای بچه ها خارمه که میگم. خب حواستون رو جمع کنید، پادون رو تو بعد رای گذاشته. قصه اختلاس این حرف رو شنیده؟ همین چمیزا میگم. بله قلم کار پاش گیره. اگر نه شوقی خدا بیامرز که با کسی داد و ستده شرکت نداشته است که. بله تا اونجا که من یادمه این قلمکار از جوونیش با این خانواده عداوت داشته. حالا هم دوتا جوون را انداختستشون تو میدون که چی تو بشه؟ بگو که چی توشه؟ بگو این بابا دنبالی دوتا اسمه که پشتشون قایم بشه. میدونی برای چی خودش زد اسم دیونگی؟ برای چی؟ نقششه، بازیشه. پرونده این آقا زیری بغلی منه. 20 سالی پیش این آه نداشت که با ناله سودا کنه. حالا این همه سرمایه و مال ثروت از کجا اومده؟ نمیدونم. برجات خود دانی. از این به بعد من این نیست. هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. اصلا برین همه چیز رو گردن بگیریم. طریق از یه پاپاسی. ببخشید. من یه سوالی داشتم. با بپاش. ببخشید دوی اصلا. این ماجرای خاتون روی آقا چیه؟ کدوم ماجرا؟ نه منظور خسرو اینه که میخواد خودم ملتفت شدم. این بابا خواستگاری خاتون بود. وقتا کیفی کار میکرد تو کاری طلا جمع میکرد میبرد تهرون میداد آب. یه وقتی هم اومد گفت طلا را دوز برده که نبرده بود. خودش باد داد و رضا دست به یکی کرده بودن بالا کشیده بود. وقتا خاتون گفت من رضایت نمیدم. حالا به واسطه شما میخواد تقاص بگیره. تعمیز زبون گزی حلق آزار. بگو فلفلی تیز سوزان و مشتعل آفتابی سوزان برنده و درنده کارت خلنده و فرودنده تیغ از اینا تیسترم هست. بگو ده بگو عشق آدمی دو پا که هم میسوزونت هم میدرونه، همین که دین و ایمون آدم ها میبارونه. اینا رو گفتم که بشنوین دو به خاطر بسپارین. و سلام. من نفهمیدم از اون اول داشت بازی در می آورد. هی دادا رضا زد زنگ بزنم پسرش بیاد ورش داره ببرتش. اختلاس کرده بی فرهنگو. ببره؟ کجا ببرتش؟ مگه نیدیدایی اصلا چی میگفت؟ یه خر ساده ای نشونش بدم. عرض صاحب تو این حرفای دایی اصلا رو باور کردی؟ ها؟ این قصه ای که ای داره سر هم میکنه پرهام تو هم متقاعد نمیکنه. تو واقعا فکر کردی من قصه شو باور کردم؟ تو چقدر ساده ای. میگم یوسف تو حالا واقعا دایی حسن اینقدر مهربون دیده بودی؟ من ببین از اون روز اول که دیدمش همین جوری بود، یعنی همین جوری کلن تو همین جوری مایا دیدم. مهربون شده و نصیحتمون میکنه و هی اختلاس میکنه و میگم خسرو تو فکر میکنی این 40 میلیارد سر جاشه؟
نه کاکا، 20 میلیاردش مالته، 20 میلیاردش مال کاکاته. میگم تیکه سر در میاری، بهترین ماشینی که تو نمایشگاه این دایی هستن بود کدوم بود؟ سفیده بود؟ نه، او سیاهه پا بلنده. عجب هوایی دو نفره ایه. آره، ولی هم که این رتونه آب نداره. ولی برای زنوته که نون داره، بریم. بله بفرمایید. کس نیست، منم. بفرمایید. ببخشید، منزل خانم خاتون محجوب همینجا میشه دیگه؟ بله، من دوماد بزرگشون هستم. امرتون، بفرمایید. برای بازدید اومدم. لطف کنین بگین تشریف بیارن دم در. بازدید چی؟ خودشون در جریان هستن. لطف کنین بگین تشریف بیارن دم در. عزیزم، من صاحبخونه‌ام. میگم بازدید چی؟ بگین ما هم در جریان باشیم. وام نوسازی دریافت کردن. وام نوسازی دیگه چی؟ بنده برای تکمیل پرونده دادن پایان کار با چند تا عکس بگیرم در خدمتتون هستم. بازدید دیگه چیه؟ شما مگه صاحبخونه ای؟ میگم که صاحبخونه. اگه صاحبخونه ای چطور نمیدونی این ساختمون با وام نوسازی ساخته شده؟ عزیزم، وام؟ وام نوسازی به ساختمونای تعلق میگیره که تو بافت فرسوده ساخت و ساز میکنن. بله، شما بفرمایید کارتون انجام بدین تا من برسم خدمتتون. بفرمایید. خودشون یک کسی که از جانب ایشون وکالت داره باید حضور داشته باشه. عزیزم، خودشون که تشریف ندارین، شما بفرمایید کارتون بکنین ببینم به کی وکالت دادن. بفرمایید. ناجز. میبیناده ما به چه کار آیوا میدارم؟ وقت حالا هر چی دارم فکر کنم یه مسئله چیزی به ذهنم برسه به زبون بیارم، نمیشه که نمیشه. راه باریک و شب تاریک و منزل بس دراز. هر کی میگه نونو پنیری تو سرده بذارا بیمی. بیا چی شده؟ بیا استرس را ندیه. خیلی خوب نگاش کن. این آقا اینجا چی کار میکنه؟ اینجا این آقا برای تکمیل پرونده وام نوسازی مادن اینجا. وام نوسازی دیگه چیه؟ مادر جنابالی بدونی که به ما بگن رفتن وام نوسازی گرفتن برای یه خونه. مگه میشه خاتون بلد نیست از این کار رو بکنه؟ گارگه بد گنده منم فقط این وسط. به اسم خاتون گرفتم ولی کار خاتون نیست. کاری کیه؟ نمیدونم ولی مطمئنم کار خاتون نیست. مریم واقعا نمیدونی؟ نه. خب معلومه، جناب آقای فرنگونر. اشکال نداره، من درستش میکنم. خسته نباشی. سلام. سلام علیکم. پسر آقای قلمکارا خبر کنی که من اومدم. منظورتون آقا مجید قلمکاره؟ بگه پسر دیگه هم دارم؟ نه ندارم. امروز ممکن تشریف نیارم. بهشون بگوین که تشریف بیارم. با. خبرشون کنی. خب بالاخره مشکلات خونه هم هست که دیگه همش که نمیشه آدم کار کنه. بهشون بفرمایید که من خبر دارم پدرشون کجاست.
بله بله، پس بفرمایید، من همین الان باهاشون تماس میگیرم. چرا زودتر نگفتین آقا؟ بفرمایید. خب بفرمایید دیگه، بشینید. من بشینید راحت بشین. بگم یه دیرم شده بعد برم. میدونستی خواهتون بابام نوسازی گرفته؟ چی شده؟ چطور؟ میدونستی یا نه؟ بابام نوسازی نه؟ یه آقای الان تو حیاته، میگه از شهرداری برای بازدید اومدم. اومد؟ واسه زنگ شما رو زده؟ آها، بعد زنگ شما رو میزد. سلام علیکم. پدر بزرگ تا چند دقیقه دیگه سمونشون تموم میشه میام. چالی بیا من توضیح بدم. شما تشریف بیارید. من بابام نوسازی برو اون ورش. بابام نوسازی چیزی میدونین؟ بابام نوسازی چیه؟ نمیدونین؟ چیزی شد. من میدونم بابات کجاست، میتونم هم بفرستم به سر وقتش، اما یه چیزی باید بدونی، بین بابات و من و خانواده‌ام یه حساب و کتابی بوده که صلاح نیست من بعد هیچکی براش عیون باشه، نه حالا نه هیچ وقتی دیگه. من جا تو باشم به خاطر خودم هم شده، بعد از این چهار چشه حواسم رو جمع میکنم که بابام دور و بر خونه خاتون که آباجی من باشه پیداش نشه. خواهری شما؟ بله خاتون، همونجا که دیروز بردمه. خب چه حساب کتابی بوده؟ مثل که ملتفت نشدی من چی گفتم؟ چرا؟ در مورد همین شراکه تا اینا بود؟ به بازم میگه شراکه، هیچ شراکتی بین ما نبوده، اصلا نیست، نخواهد بود. این پن برام از تو گوشت دلا. یعنی چه؟ یعنی به صلاحی هیچکی نیست، اولا پدرت تا بقیه. آقا من ازش منظور دون رو نفهمیدم. به صلاح هست، به صلاح نیست، اینا یعنی چه؟ به صلاحی هیچکی نیست، اینی که من میگم به صلاحه. ملتفت شدی؟ خیلی بله. خوب بله. اجازه بدین. بله شما با همون استادی هم؟ من توضیح میدم خدمتون، خودش رو خواهم. بالاخره صاحبخونه کیه؟ شما عکساتون رو بگیرید تشریف ببرید. آخه ایشون میفرمان صاحبخونه هستن. ایشون شوخی فرمودن. توضیح میدم خسروخان، توضیح میدم. اینجا نوشته بس. که خانوم خاتون محجوب وکالت آقای یوسف میرایی دستبانی رو دستبانی بله خاتون دستبان. یه همچین محبتی کردن، ایشون تشریف ندارن ولی همیشه دعا کنید که سرشون بالا سر ما جوونه باشه. بله بله اگه فکر میذارم تن من قویان در جریانم که نمیذارید، ولی توضیح میدم خسروخان، توضیح میدم. بفرمایید اینجا رو امضا بفرمایید. بله میبینید تواتابش کلا یه دقیقه است. اگه سری بعدم اومدید دیدید که یه موقع قاطی کرد، کلا یه دقیقه تحملش کنید، ایشون تشریف میبره. درست، چون دو ماده بزرگتره یه ذره اوف. درست توضیح. دستی بابا ده بگیر بریم زندگی دونو بکنی همینطور که تو حالا میکردی. گوش بده، اگه پای حسابی کتابی گذشته بیاد وسط شما ضرر میکنین. باشه آقا، حالا میگونه آقا جونی من کجاست؟ خیلی محبت کردید بابت اون فرمایشم که داشتید. این باجنق من کلا تو این ساختمون هیچ کار است و گفتم که در جریان باشید. زنده باشین، ما کلا به برگه وکالت استناد. شما لطف دارید، به هر حال خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. همه کاره شما. نه نه خودش گفتم همه کاره، گفتم همه کاره مدیرشه. نه بیگانه نست، خیشه تک خور زیر رو کشم ریشه. خسته خان، من خیلی خوشحالم که شما رو آوردید به فرهنگ عامه. فرهنگ عامه ها؟ تو همین ساختمون یه دونه فرهنگی کار دارین بسمونه. یعنی اینکه شما لطف دارید، من خیلی خوشحالم که شما این نظر رو دارید، ولی پدر بزرگ یعنی آقای قلمکار، واقعیتش اینه که من الان یه شرطی دارم که خیلی دیرم شد. دیرت شده. آخه بابت اون نقاشی بود که شما فرمودید تو طراحیش 3-4 تا خطش مونده بود که بعد برفتم. لطف تو رفتی به همه نوسازی گرفتی بدونی که من بابا خاتون داره با مامان تلفنی حرف میزنه. مشهد، مادر من نمیگی ما نگران میشی؟ من برای تولد گرفتم. ببین مادر من چه کارایی میکنی؟ نباید بگی اینا آدم هم نگران میشن؟ حالا کی برمیگردی؟ معلوم نیست؟ یه بار که بگو چشم دیدن ما رو نداری، خیالتو راحت کن دیگه. دنباله آقا جونی من؟ اون دوتا. اون دوتا مستن؟ بله. پس آقا چرا نذاشتی من دیروز اینا رو؟ حالا هم دیر نشده، با مأمور بیا که نتونن بیپیچوننده. کیا؟ همین دو مادا خاردون؟ بله همون دوتا شازده. حیف که گوشتم زیری دندونشونه،
اگر نه یه لبا یه تاشو میکردم میذاشتم میشه اون سری تاخچه. چرا شما ری چسته؟ آقا من که دیروز میخواستم زنگ بزنم پلیس بیارم، شما نذاشتین. خیلی خوب، حالا مامور خبر کن به منم زنگ بزن تا به دیگم کجا ما میریم. کاری نداری؟ بفرمایید. سلام علیکم. آقای صفایی تشریفتان؟ بله گرفتارم. بفرمایید من بهشون اطلاع میدم. جلسه هستم ها؟ بله بفرمایید خدمتتون میرسم. ببین الهی جون باهات کار دارم. آره الان نمیتونم برات بگم. آره بنده خدا امشب عروسیشه. هیچ کاراشو نکرده. نه آرایشگاه نه فیلم. آره باغش هم پلوم کرده بیچاره. بله آره آره بنده خدا فقط آقای صفایی، فقط آقای صفایی میتونه براش یه کاری بکنه. آره حالا در به در داره دنبال سالن میگرده. بله آره حالا بعد برای توضیح میدم، الان نمیتونم. آره الان نمیتونم. باشه عزیزم خداحافظ. ببخشید تغییر شغل دادیم؟ نه خیر. آخه این تابلوهای نوشته ها اینا جریان چیه؟ چون آقای مهندس آدمی کارآفرین و متخصصی هستن، تو زمینه های دیگه هم فعالیت دارن. منظور تا این صفایی کارآفرین؟ بله مهندس صفایی. شما برای مجلس عروسی تشریف آوردین؟ نه بابا من که زن بچه دارم، من دخترم بعد کودک میره. نه بابا برش رفیقم، قبلا هم گفته بودم مادم ببینمش. بعد خودشون مجری مجلل ترین مجالس اینا هم؟ بله. باغ و عکاسی و اینا بله. همه چی خودشون هم هایم؟ همه چی با هم هنگشونه. بله ببین آدم ها به چه کارایی وامی دارند ها؟ تا یار یار یارش باش، آزار که شد خارش باش. بروختی نشیم اون ساره؟ شو هیچی میگم، هرچی شما بفرمایید. چرا بایش داده؟ خارش باشم؟ نه داده را بیو بریم ببینیم بالاخره شر این قلم کار از سری آبا جما به چهاش کم میشد یا نه؟ بله خارش یالا خواهش بفرمایید. با آقا خسرو. چطوری؟ درود. دوباره چه خبره؟ هیچ چیز تو کار خیر. الان دیگه کار فقط کار خیر. خیر زدی تو کار عروسی ها؟ آره دیگه عکس و آرایشگاه و خلاصه سالن مجوزدار، باغ بدون مجوز، سفت و صد عروسی الان دست منه. حلقه انداختی؟ کارشونو که با آدم مجرد نمیدن مردم کار عروسیشونو. بالاخره باید چهار تا کار عروسی کرده باشه طرف، خودش برای خودش عروسی گرفته باشه، اینه واسه کاره. ولی بعدت هم نمیاد یه زن بگیری ها؟ آره یه عروسی که خوبه کلن، اینم دله گل نیست که موقعیتش بشه حتما. ولی کلن آره این طرف ها هیچ بل اومدم یه ایستری بگیری. آها فهمیدم، یعنی ما اینقدر پیش شما اعتبار نداریم. باشه چی شده؟ خانم لطف کنید سویچ اون ماشینی که توی پارکینگه بیاریم. میگم اومده بودم یک سر به خودت بزنم. نه یعنی نه مرسی ممنون. جدی اومدی سر به من بزنی؟ بچی اومده بودم سر به بزنم. من خیلی کار دارم و نمیتونم بهت برسم و اینا. ببخشید یه خورده کار نه حب تو کار تو بکن. آیا میخوای بریم بشینیم اونجا یه چایی بخوریم؟ نه من دیگه میرم. میخوای همینجا بشینیم یه چایی؟ نه من میرم. میری؟ کار نداری؟ قربونت برم چکرتو. قربون تو خداحافظ. ببخشید خواهش میکنم. قربونت تو خداحافظ. خداحافظ. این پیره مرده میگه که با بچه ها بریم بیرون یه دور بزنیم. آقا یوسفتون چی میگن؟ من به عنوان یک مشاور تشخیص دادم که بریم بیرون. پس اجازه بدیم ببینم آقا خسرومون چی میگن بعدن. در هر صورت من به عنوان یک مشاور تشخیص دادم که بریم بیرون. ما میریم. خواستین بیاین، خواستینم نیاین. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه خانم مشاور اجازه بدین.
دستتون درد نکنه آقا، به خاطر ایشون ما رو آوردند اون باقی پرنده گو. منم پرنده ها رو خیلی دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم عزیزم. یه وام بوده دیگه، مگه ما برای سر گرفتن وام با شما هماهنگ کنیم؟ یه امتیازی بود که به یوسف تعلق میگرفت. همین وام نوسازی بوده خانوم، وام نوسازی دادم به آقای یوسف برای نوسازی خودش. بمیرم واسه خاتون که اگه این وام بهش میرسید الان آواره این شهر و اون شهر نبود. با تحقق موضوع شراکت قبلاً دیگه هیچ کدوم به این پولا نیازی نداریم. پس بهتر نیست که داریم میریم باغ پرندگان شاد و شیر و مثبت در مسیر تحقق شما بته داری؟ آره دارم. دختر یا پسر؟ یه دختر یه پسر. الان که دیگه خوب شده همه تو یاد دنیا؟ اونم عزیزم اسم مادر بزرگت چیه؟ مهبانو. مهبانو؟ بله، مامانی بابامه. تو اونجا زندگی می‌کردی؟ اونم با ما بود. خب اون وقت اگه تو تهرونی هستی پس تو اسمانی حرف می‌زنی؟ میگه بعد از که اسمانی حرف می‌زنی؟ خیلی هم خوب است. اما تو چه خونتون تهرون بوده؟ بله. مامان دم تهرونیه؟ پس تو یاد گرفتی اسمانی حرف بزنی؟ مامان ولی بلد نیستن اسمانی حرف بزنم. اون وقت شما دوتا چطوری یاد گرفتی اسمانی حرف بزنم؟ من پیش خودتون بودم. خب همین جا مدرسه میرفتم. کدوم مدرسه؟ هراتی. بله. خب تهرون چه بودی؟ به تو منو خیلی دوست هم میداشتن. چرا؟ خب برای اینکه اسمانی حرف میزدم دیگه. برای اینکه اسمانی حرف میزده؟ بله. خب بله، معلممون هم هی به من گفتن این شعر بخون. برای اینکه اسفانی میخوندی؟ بله دیگه، همیشه اسفانی میخوندی. خب اون وقت معلممون به من گفتن که تو مثل مجیدی، قصه های مجیدی. مجید ها بی بی بوده. بله. خاتون و مدرسه هراتی. بله میگم که من الان باید به شما بگم آمو. چرا؟ خب اگر که شما داداشی بابا من باشی میشین آمو من دیگه. آها داداشی دادا رضا. ها بله. آمو چرا این فلامینگو رو های پاشون وایسادن؟ فلامینگو؟ بله. خب برای اینکه اگه دو تا پاشون رو بلند کنن وقت چی میشه؟ میخورن زمین. اتفاقا به هم مربوطه. برای چی با خاتون و مائده برن مشهد؟ اونم بی خبر. با این عجله. بدون خدافظی یوشکی. نذاش مائده پیش ما بمونه. حتی نخواست با ما روبرو بشه. من بهت گفتم یه چیزایی هست که ما ازش بی خبری. چیزی دونه؟ نه. چیزی نیست. ولی نگفتی چرا رفتی مدرسه هراتی؟ ها؟ خب خاتون اسمی منو هراتینه. اون وقت تو چرا پیش خاتون زندگی میکردی؟ ها؟ بابا هم رفته بود ماموریه. مامانم هم داشت درسش ادامه میده. آها چرا که من پیش خاتون مونده؟ پس بابا رفته بود ماموریه؟ بله. و مامانت هم داشت درسش مونده؟ بله داشت درسش مونده. خیلی خوب. مثل اینکه اومدی باقه پرندگانم. باشه اینا بدهش من یه دقیقه. نه گازه میگیره. یه دقیقه بده. نه حالا بهش اصرار نکن. یه دقیقه بشون نه دوست سر روشونه اون باشه. بله معلومه هست، وگرنه خاتون آدمی نبود که مطمئنم فهمیده که قلمکار اینجاست. از کجا فهمیده؟
مطمئنم هر چی هست به همین قلمکار شراکتش مربوطه. از کجا مطمئنی؟ دایی. بله، شاید همین دایی بهش گفته باشه. یوسف. دایی از کجا فهمیده؟ دایی حتما از خیلی چیزا این خونه یوسف. جاسوس. دایی. 180 تا سرعت داشتم دنبالشون میمادم، همهشون جمع شدن اینجا. خیلی هم مشکوکن. بعد مثل شیر دم در وایستادم که کسی از جاش جم نخوره. میگم مثل کباب قازم خوشمزه است، یکشو بگیرم. بیا الو پسر حجی، پس کجای شما؟ خودتو برسون. آره بگیرم مثل یکشو. بیا دنبالی من حرف نزن. بیا سک و سهرا، پارکینگ، تاریکی، راپله، مینا، خسرو. چه چون شده تو نه؟ هر یادم اومد یوسف. نگاه آمده بودی تو کومدو یه اویه تو فنگی با یوسف داره بردیدی جوری گذاشت. من سرم کشن و مقرد بودم. نه چه کونه آخ دست هستم. ها گفتیم صورت بیمونی ها میکنه مالیش ماله میشه. آره مالیش ماله گفته. یه رفت زیر دندونه تون. یا گفتی آخ رفت جلوی آینه همون نگاه کرد. گفتی آقا به من گفتی دادا رضا بغلم کردی. یادش اومد؟ یادتون اومد؟ نه فکر کنم داره دیگه خواب رهایی میشه. من که دارم میگم اینجا همه چی مشکوکه. من میگم استرس ندیا، آرامش داشتش. بی دست بچه ها رو بگی تو برو. آه خسرو راست میگه، برو. مینا خانم، یعنی دایی تعقیبمون میکرده؟ نگاه کن مریم، این شرایط برای بچه ها خوب نیست. اتفاقا چرا خوب نیست؟ آه خسرو بذار از الان با واقعیت روبرو بشه. پلیس آورده. نه زحمت کش. سلام سلام، ایشون خبر دادن به من. سلام. سلام. خبر دادی که بله من گفتم. جان سلام، عجله کنی الان فرار میکنی. شما از کجا خارج شدی؟ من شاگردم تا این به تعقیبش میکنم. من تعقیبش میکنم. بفهم. جان سلام، یه فرار میکنی. به اوناشون، جناب سلام. بیاین سری. تا من نگفتم یک کلمه حرف هیچ کی نمیزنه. مفهوم شد؟ چشم. من یکی بگم. ساکت آقا. سرباز. که قربان. همه جرگش پیست سرباز. خوب قلبیر زدی؟ که مورد جستجو که پدر ایشون که پیدا نشدن قربان. جایی هست که نگشته باشی سرباز؟ که البته همه جا رو گشتیم. حالا البته همه جای همه جا که نه، مثلا لانه پرندگان که نه. ها یه دور نهایی دیگه بگرد همون لونه پر در گفتی. ها برو نستشو خودشه. دیدید گفتم آقا جم حالت خوبه؟ که قربان موردی که گم شده بود پیدا شده. که شما این پدر ایشون که گم شده بود. داده رزا طوری شده؟ گم اینجا همه چی مشکوکه. ولی جالبه. ببخشید پلیس پدر مادر تو دستگیر کنه جالبه. نه بابا، اینا که دستگیرشون نمی کنن که. من میخوان یخته با هم دیگه حرف بزنن. نکنه ما هم ببرنشون زندان. نه فکر نکنم دیگه اینقدر را جالب بشه. زندان رفتن جالبه. نه بابا ولش کن. اصلا ولش کن. اینا بده من. نه دستتو گازی میگره. لاکو اون موقع یه تو لامو شهیدید نگفتم. بده من همینم. اگه دوستاش میمروشونه تو ارشون دیگه تو. والا ما همه جوریشو دیده بودیم الا اینجوریشو. اموال منغول و غیر منغول دیده بودیم که 4-5 تا مدعی داشته باشن. حتی بچه هم دیده بودم که 4-5 تا خانواده مدعیش بودن. ولی دعوا سر پدر من ندیده بودم. ولی دعوایی نبوده جناب سرهنگ. ها؟ حسن سربازی در اینه که یهو علیکی درجه یکی رو بالا نبره. که ایشون که درجهشون سروان هستن که. بله منظورم اینه که جناب سروان دعوایی نبوده. که خوب یاد گرفتی منترجم سروانه. وا خوب زیاد گفت نکم. یکی که ندانسته یکی نباره بالا مطمئن باش ندانسته اونو پایین هم میاد. ببینیم جناب سروان، بنده تخصصم مشاور است. موردهای زیادی دیدم که در این زمینه آقایون. نمیخواد شلوغ بکنه خانم. سکوت خانم، یعنی همه لطفا ساکت. وا
جناب سربان، من نمیدونم اینا اصلا این بازی ها رو برای چی راه انداختن. شما چه نقشه برای آقا جونی من دارین؟ اگه اتفاقی برای آقا جونی من افتاده بود، اگه بلای سرش اومده بود، من چی کار میکردم؟ آرومتر جوون، آرومتر. چده؟ یه دفعه دور برداشته باشد آقا جون، من اصلا پسر شما نیستم. هرچی که شما میگونه آقا جون درست. آقا جون ولی خواهش میکنم دیگه اینجا وای نستیم. شما باید تهدید کنترلی پزشک باشین. آقا جون بیان از اینجا بریم. هرچی که شما میخوام. دکتر برات چی؟ آخه دکتر برات چی؟ من چقدر با دادم دست سر آقا جون هم برداری؟ ساکت آقا، آرام. چده؟ چرا دور برداشتی؟ میجبت نگفتم آروم ته. مربوط به حالا نیست. مربوط به گذشته. به من نگاه کن. گذشته است که دست از سر آدم بر نمیداره. سرباز علاقه من، چه قربان؟ ببین تک تک اینا چی میگن به من بگو. که ایشون که پدرشون گم شده، که مورد دزدی، که حالا که پیدا شده اینجا شده برادر ایشون که دادا رضا، که حالا ایشون به ایشون میگه پدر، که ایشون هوشنگه میگه من پدر نیستم، که در واقع ایشون پسرشون نیست. هم ساکت. سرباز قربان، تو چند ماه سربازیت مونده؟ که اگه مرخصیش حساب کنن که میشه دو ماه. از این لحظه به بعد بدون اجازه من لب از لب باز نمی‌کنی، فهمیدی یا نه؟ چه چش قربان. که بالاخره من نفهمیدم این چه چی چی گفت که. که ببخشید نگاه جناب سرمان، معذرت میخوام، این خانم من باردارن، بچه تو راه دارن، این ماهای آخر جنین همه شاهد استرس باشه براش بده، اگه میشه اینجا ترک کنن. من هیچ جا نمیرم. میگم فشار هست برای بچه بده، یه دقیقه بیا برو. چه استرسی؟ مگه ما کار خلافی کردیم؟ اومدیم باغ پرندگان گردش. جرمه؟ کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند